شرایط بازگشایی و فعالیت مراکز مذهبی در جلسه رئیس جمهور با رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی شد. پس از ارائه گزارش‌ها در این زمینه مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعمل‌های مناسب را برای بازگشایی مراکز دینی و بقاع متبرکه تهیه و طراحی کند تا فردا در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. آقای روحانی با قدردانی از همراهی مراجع اعزام تقلید علما و روحانیت در مسیر مقابله و کنترل بیماری کرونا گفت از آنجا که مسئولان کادر درمانی و مراجع اعزام و روحانیت معظم کشور در دغدغه متقابل حفظ جان و سلامت مردم و در این حال برقراری یک وضع قابل تحمل برای بازفعالیت مراکز مذهبی را دارند، میتوان امیدوار بود که با بهبود شاخصهای کنترل بیماری مراکز مذهبی کشور با تعیین شرایط و دستورالعمل‌های بازگشایی شوند. رئیس جمهور همکاری و همراهی مردم در رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را مایه مباهات دانست و با کرونا با اشاره به گزارش وزارت بهداشت از وضع رضایت بخش نسبی در مقابله با شیوع بیماری کرونا گفت اگر همکاری مردم در کنار تمهیدات اتخاذ شده همچنان ادامه پیدا کند می توان به قطع زنجیره شیوع این بیماری امیدوار بود. آقای روحانی با این حال بار دیگر با تاکید بر لزوم رعایت دستورالعمل‌ها از سوی مردم و پرهیز از خروج غیر ضرور از منزل گفت با وجود آنکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در مسیر کنترل بیماری قرار داریم، چنانچه سطح هشدارها و هوشیاری مردم کاهش یابد، خدای ناکرده ممکن است بیماری اوج بگیرد و در این صورت ناگزیر به احیای مجدد محدودیت‌ها خواهیم شد. در ادامه اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و سرگیری فعالیت‌های کم خطر، مراکز شماره گذاری خودرو هم آغاز به کار کردند. به گفته رئیس پلیس راهور به منظور مدیریت و پیشگیری از شیوع کرونا، ارائه خدمت در این مراکز بر اساس پلاک زوج و فرد است. یعنی خودروهای دارای پلاک زوج باید در روزهای زوج و پلاک‌های فرد در روزهای فرد به مراکز مراجعه کنند. ساعت کاری نیز از 7 تا 14 خواهد بود. فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی نیز به شرط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سر گرفته شد. آرایشگاه‌های زنانه هم از امروز با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی و شیوه نامه‌ها و عرضه خدمات محدود اجازه فعالیت پیدا کردند. حرکت قطارهای حومه‌ای تهران هم که از 2 ماه پیش در پی شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود مجدداً از سر گرفته شد. قیمت بلیت این قطارها تغییر نکرده و مسافران می‌توانند آن را به صورت اینترنتی خریداری کنند. عرضه سریالی سهام شرکت‌های دولتی در بورس تا پایان سال. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست صمیمی با کارشناسان و فعالان بازار سرمایه از عرضه نخستین صندوق قابل معامله ATF بنگاه‌های دولتی در بورس شامل 3 بانک به ارزش 16500 میلیارد تومان خبر داد و گفت حمایت دولت از بورس ادامه دارد. آقای دشپسند شرط ورود به بازار بورس را گرفتن مشاوره دقیق دانست و گفت بورس هدایتگر سرمایه‌های خرد مردم و یکی از حلقه‌های مفقود بازار مالی است و اگر بازار سرمایه پایدار باشد بهترین مجرا برای حل مشکلات است. به گفته سکاندار وزارت اقتصاد، دولت قصد دارد باقی‌مانده سهام خود نزد 18 شرکت بزرگ از جمله 3 بانک، 2 بیمه، 2 خودروسازی، پالایشگاه و پتروشیمی را به شکل واحدهای صندوق قابل معامله بورسی به مردم عرضه کند. نمره رضایت بخش مخاطبان به رسانه ملی در جدیدترین نظرسنجی که مرکز تحقیقات صدا و سیما انجام داده، 82.4% از مردم رسانه ملی را نخستین منبع کسب خبر در زمینه کرونا اعلام کردند. بر اساس این نظرسنجی که در سراسر کشور و جامعه آماری بالای 18 سال بوده، اعتماد مردم به اخبار صدا و سیما در خصوص کرونا در فروردین 99 نسبت به 1 ماه قبل از آن 4.8% رشد داشته است. خب برای اطلاع رسانی بیشتر در خصوص اوضاع و احوال ایران و جهان در دنیای کرونایی به استدیوی ویژه مدیریت و مهار کرونا که از روزهای ابتدایی شیوع این بیماری در کشور به همت پخش اخبار سیما راه اندازی شده میریم. آقای دکتر حیدری سلام بر شما، خدا قوت. آخرین خبرها و اطلاعات رو از شما میشنویم. سلام جناب آقای صادقی و سلام به بینندگان محترم خبر نیمروزی. تاعت شما هم
قبول باشه انشالله. معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید در مقایسه با زمان اوج کرونا در کشور بیش از 50% موارد بستری و حدود 70% موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور کاهش یافته. دکتر هریچی افزود این دستاورد نتیجه اقدامات مناسب مردم، دولت و مجموعه نظام است. معاون وزیر بهداشت با این حال با خطاب قرار دادن مردم به خصوص در کلان شهر تهران گفت اگر فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشه اوضاع بیماری به روزهای ابتدایی شروع کرونا در کشور برمیگرده و در این صورت مشکلات تشدید میشه. دکتر حریچی از احتمال 2 تا 3 طغیان بیماری در دنیا طی 1 سال پیش رو و در واقع تا ساخت دارو و واکسن بیماری هم گفت و از مردم خواست تا حد امکان به شعار در خانه بمانیم و پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروری وفادار بمونند. معاون کل وزیر بهداشت یکی از عوارض کرونا رو کاهش مراجعه مردم به بیمارستان‌ها برای درمان و همچنین کاهش واکسیناسیون کودکان عنوان کرد. وی درخواستی از مردم هم داشت که برای اهداء خون مراجعه کنند. همچنین بیمارانی که بیماری سبک کرونا داشتند پلاسما اهدا کنند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت هم گفته شیوع کرونا در کشور یکسان نیست و در برخی از استان‌ها مهمانپذیر هم هستند و پرتردد همچون آذربایجان‌های شرقی و غربی و تهران و فارس موارد ابتلا به کرونا سیر صعودی نشون میده. به گفته دکتر گویا گیلان، مازندران و قم هم لازمه همچنان رعایت کنند تا کرونایی که مقداری سرکوب شده سر بر نیاره. تفاهم‌نامه‌ای 41 روزه برای کمرنگ شدن حضور مردم در سطح شهر. ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران با اتاق اصناف و یک شرکت فروش اینترنتی تفاهم‌نامه امضا کردند. ایجاد هم‌افزایی برای کمک به کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده از بحران از طریق ارائه زیرساخت فروش اینترنتی و برخط به این کسب و کارها از اهداف این تفاهم‌نامه است. ماه رمضان به ما کمک میکنه که شرایط کرونا رو در واقع بهتر بتونیم تحمل بکنیم و به ما در کنترل این شرایط کمک میکنه. چرا اینکه تو ماه رمضان ما میتونیم هم مراقبت از جسم و هم مراقبت از روان و همزمان با هم داشته باشیم. اگه ما بتونیم سیستم ایمنی روانی خودمون رو تقویت بکنیم میتونه موجب تقویت سیستم ایمنی جسمی ما بشه. استراب کرونا خیلی بدتر از خود کرونا هست. ماه رمضان به ما کمک میکنه تا ما آرامش روانی بیشتری داشته باشیم، استرس کمتری رو تجربه بکنیم و در نتیجه مراقبت بیشتری از خودمون و خانواده خودمون به عمل بیاریم. دورهمی‌هایی از جنس مؤمنان، این بار صدای چرخ خیاطی خیرین از حسینیه‌ای در جنوب تهران به گوش میرسه. در این حسینیه علاوه بر دوخت حدود 2000 دست لباس بیمارستانی در روز، تأمین اقلام بهداشتی برای مردم مناطق محروم و رسیدگی به معیشت خانواده‌های نیازمند هم در دستور کار. حسینیه مکتب العباس جایی در جنوبی ترین نقطه تهران که تا پیش از شروع کرونا محفل برنامه‌های معرفتی بود. اما حالا این حسینیه به مکانی برای دورهمی‌های جهادی تبدیل شده. صبح ساعت 8 میایم تا 11 شب. خیلی حس خوبی داره چون در راه آقا امام حسین داریم کار می‌کنیم. دیگه وظیفه است دیگه. وقتی می‌بینیم دکترا، پرستارا اینجوری از جونشون دارن میگذرن واسه مردم، ما هم همین کارو داریم انجام میدیم. کار مؤمنانه این که شخص خودتو در نظر نگیری، گذشت و ایثاری هستش که نسبت به دیگران. همه در تلاشن تا دستی در این کار خیر داشته باشن،
از این مادر که چرخ خیاطی خودش رو به حسینی آورده. کل ایران دارن همین کار رو میکنن. هر کی ماسک میدوزه تو خونه کار میکنه، اینجا کار میکنه، هر کی هر تو بیرون زد و خونه میکنه. تا تولید کننده ای که کارش رو تعطیل کرده و این برشکار لباس که روزانه هزاران متر پارچه رو برش میزنه. خودم الان تولیدو دارم، ول کردم اومدم اینجا. 5000 متر پارچه است که رفت و برگشتش میشه 10000 متر. تقریبا 3000 تا کارد برش میزنیم. گان‌های تولید شده هر روز از همین حسینی به بیمارستان‌های سراسر کشور ارسال میشه. یانجین 1800 تا 2000 دست تو این کارگاه تولید میشه. تا الان بالغ بر 110 بیمارستان رو تونستیم اعلام نیازاشون رو پاسخ بدیم. توزیع مواد ضد عفونی در مناطق محروم و رسیدگی به خانواده‌های نیازمند از برنامه‌های دیگر این گروه جهادی است. دوستان طرحی رو در حسینی پیش‌بینی کردن که در ماه مبارک رمضان بتونیم اقلام غذایی به خانواده‌های نیازمند تقدیم کنیم. در خصوص معیشت هموطنان نیازمند امیدواریم که کارگاه خیریه خیاطی که در حسینی ایجاد شده رو ادامه بدیم و بتونیم زنان بدسرپرست، زنان بی‌سرپرست یا خانواده‌های نیازمند رو بحث اشتغالشون رو در حسینی داشته باشیم. بخش زیادی از ملزومات بهداشتی پیشگیری از کرونا با همت و تلاش همین گروه‌های جهادی و مردم تأمین میشه. این روزها حس با هم بودن و همین همدلی‌های خیرخواهانه و مؤمنانه کمک میکنه تا از سختی‌های کرونا با شرایط بهتری عبور کنیم. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما. به ستاد مدیریت و مقابله با کرونا میریم و گفتگو میکنم با سخنگوی وزارت بهداشت. آقای دکتر جهانپور، سلام بر جناب عالی، روزتون بخیر. ممکنه خواهش کنم از تازه ترین آمارها ما و بینندگانمون رو مطلع کنید و همینطور سیر آماری ها چه چیزی رو نشون میده در روز گذشته؟ سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حیدری و همه هموطنان عزیزمون بینندگان گرامی. خدمت شما عرض کنم که روند کاهش تدریجی موارد ابتلای جدید رو خصوص در مورد موارد بستری در سراسر کشور ما میتونیم گزارش کنیم و خوشبختانه تا این لحظه که من خدمت شما هستم با توجه به 410,075 تست PCR که در سراسر کشور تا امروز از ابتدای بسیج ملی مقابله با کرونا انجام شده، ظرف 24 ساعت گذشته 1,134 مورد ابتلای جدید قطعی به بیماری کووید 19 گزارش شده که نزدیک 60% از موارد ارجایی مراکز خدمات سلامت 16 ساعته ما هست و عملا از موارد ارجایی بیمارستان ها شاید حدود 40% رو بیشتر نمیتونیم گزارش کنیم که اتفاق مثبتی است در روزهای گذشته، به خصوص روز قبل هم من خدمت عزیزان عرض کردم. مجموع مبتلایان تا امروز مبتلایان قطعی 89,328 مورد هست و البته 68,193 مورد خوشبختانه بهبودی کامل پیدا کردن و اگر از زمره عزیزانی بودند که در بیمارستان ها مراکز درمانی معین بستری بودند با بهبودی ترخیص شدند. خدمت شما عرض کنم 3096 مورد هم البته در بخش ICU و مراقبت های ویژه در سراسر کشور تحت نظر مراقبت و درمان هستند و در این ساعات و ایام قاعدتا دعای خیر مردم عزیزمون کمک شایانی خواهد کرد و امیدواریم که این عزیزان هم شفای عاجل حاصل کنند. و اون چیزی که شاید باز هم متفاوت باشه نسبت به روزهای گذشته، ما باز هم کاهشی در موارد مرگ و میر و در گذشت ناشی از ابتلا به بیماری رو داشتیم. 76 مورد گزارش در سراسر کشور فوت ناشی از ابتلا به بیماری است و با در نظر داشت این 76 مورد و این 76 عزیز از دست رفته، تا این لحظه 5650 مورد فوت قطعی و مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم. من فقط یک نکته عرض کنم، شرایط مدیریت شده به سمت نزول تدریجی موارد جدید قاعدتا قابل توجه هست، ولی اون چیزی که استمرار و تداوم این مسیر رو رقم خواهد زد قاعدتا صبر و آرامش مردم عزیزمون و رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی و مراعات همه هشدارها و نکاتی است که در روزها و هفته های اخیر توصیه شده. امیدواریم تداوم این مسیر رو به خصوص در ماه مبارک رمضان از سوی مردم عزیزمون شاهد باشیم و به زودی از مهار و کنترل حداقل نسبی بیماری در کشور صحبت کنیم. در تهران اوضاع چطور بوده در 24 ساعت گذشته؟ ما در روزهای گذشته در تهران شاید به نسبه میتونستیم بگیم که آمار
ابتلای جدید فراتر از تناسب جمعیتی تهران نسبت به جمعیت کل کشور بود، ولی در 24 ساعت گذشته وضعیت تهران هم تقریبا متناسب با جمعیت هست. امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه. البته ما با یک روز و داده های یک روز نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی امیدواریم روندی که در کل کشور هست در شهر تهران هم با همراهی مردم عزیزمون تداوم پیدا کنه، در روزهای آتی بتونیم گزارش بهتری رو از وضعیت تهران و پایتخت در مردم در این مورد این بیماری خدمت مردم عزیزمون ارائه کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر جهانپور، سخنگوی محترم وزارت بهداشت. خیرین در سراسر کشور کمر همت بستند. رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور گفت از اول شیوع کرونا تا حالا 130 میلیارد و 890 میلیون تومان برای بستای معیشتی و کمک به مردم بضاعت جمع آوری شده. سبد سبد کمک خدام بارگاه رضوی آماده می شود برای گسترش همدلی. اینا همه تبرکی امام رضا هم هست دیگه، اصلا مهمتر ان شاء الله خیر و برکت میده به سفره‌اش. هر با هم ترحم کنیم، خدا هم با رحم می‌فرماید، گشایشی بشه ان شاء الله برکت آقای امام رضا که ان شاء الله هیچ کس شرمنده این زن و بچه‌اش نشه. تا پایان ماه مبارک رمضان روزانه بیش از 1500 سبد معیشتی با 12 قلم کالا توسط خدام آماده و در حاشیه شهر مشهد و دیگر شهرهای استان توزیع می‌شود. در رزمایش مهربانانه خادمین امام رؤوف علیه السلام بیش از 50,000 سبد معیشتی تا پایان ماه مبارک رمضان توسط این خادمان بین خانواده‌های نیازمند حاشیه شهر مقدس مشهد و دیگر شهرهای استان توزیع خواهد شد. اجاق‌هایی که قرار است گرمایشان به خانه‌های نیازمندان برسد. در طرح اطعام مهدوی این غذاها در ماه مبارک رمضان بر سر سفره نیازمندان قرار می‌گیرد. در طول ماه مبارک رمضان پیش بینی شده که 313 هزار پرس غذای گرم و همچنین مواد غذایی به خانوارهای نیازمند داده بشه. البته سفره این طرح بزرگتر از خانواده مددجویان است. مشاغلی که به خاطر کرونا هم آسیب دیدند دور این سفره می نشینند. رزمایش کمک مؤمنانه در استان قزوین امروز به اوج خود رسید. سپاه استان با همکاری خیران، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بهزیستی 300 فقره جهیزیه تدارک دیده و به نوعروسان اهدا می کند. برای تأمین این جهیزیه ها 6 میلیارد تومان هزینه شد. ندای همدلی مردم را در حسینیه شهدای بسیج ناحیه امام صادق اصفهان شاهد بودیم. برنامه همین هست که انشالله به سرعت و جدیت بیشتری تقسیم بشه بین خانواده‌های نیاز. حس حال خوبی دارم انشالله که همه کسایی که توی راه قدم برمی‌دارن موفق باشن. و خوشحالیم که به قول مقام معظم رهبری بسیجی همیشه وسط میدانه. تا امروز 120 هزار بسته غذایی توزیع شده و از امروز هم تا نیمه ماه مبارک رمضان انشالله 60 هزار بسته غذایی بین نیازمندان و افرادی که به واسطه بیماری کرونا دچار مشکل شدن انشالله توزیع خواهد شد. اینجا گوشه ای از ایران است، سرزمین ایثارها و فداکاری ها. توزیع این بسته های غذایی در قالب رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه تا پایان شکست کرونا ادامه داره. خوشا بر احوال کسانی که در این راه بهشتی قدم برمی دارند تا در ماه خدا سفره‌ای خلوت نمونه. مهدی سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان. شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 2,832,000 نفر رسیده و شمار جانباختگان از 197,000 نفر گذشته. آمریکا در بین کشورهای جهان هم از نظر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و هم از نظر تعداد قربانیان در رتبه اول است. اسپانیا از نظر تعداد ابتلا و ایتالیا نیز از نظر تعداد قربانیان در رتبه بعدی قرار دارند. فرماندار نیویورک از نتایج تحقیقاتی سخن گفته که نشون میده ویروس کرونا از اروپا وارد آمریکا شده نه چین. ابرقدرت بیمار، این تیتر امروز یک مجله پرفروش آلمانی است. پس از ایده غیر کارشناسی رئیس جمهور آمریکا در تزریق مواد ضد عفونی به بیماران کرونایی،
که مورد تمسخر و واکنش جدی سازمان بهداشت جهانی، پزشکان و مردم قرار گرفت، ترامپ موضوع طنز رسانه‌های بسیاری هم شد. مجله فرانکفورتر آلگماینه با تیتر ابرقدرت بیمار چگونه ویروس کرونا ضعف‌های آمریکا را آشکار می‌کند، ترامپ را در حال پرواز سوار بر روی ویروس کرونا نشان می‌دهد. واکنش‌ها به اظهار نظر غیر علمی رئیس جمهور آمریکا به قدری بود که ترامپ امروز از حرف‌های روز گذشته‌اش برگشت و گفت شوخی کرده. داشتم به صورت کنایه می‌پرسیدم. من به صورت بسیار طنزآمیز داشتم از خبرنگاری حاضر در اون اتاق درباره استفاده از ماده ضد عفونی کننده در داخل سوال می‌پرسیدم. این مواد آن ویروس رو روی دست می‌کشند و سبب میشه اوضاع بسیار بهتر بشه. من اون جمله رو به صورت سوال کنایه‌آمیز از خبرنگار مطرح کردم. در همین حال CNN ترامپ را به علت تغییر دادن حرفایش درباره توصیه به تزریق مواد ضد عفونی کننده برای مقابله با کرونا دروغگو خواند. حالا می‌بینیم که رئیس جمهور آمریکا مدعی است به صورت طعنه‌آمیز خطاب به خبرنگاران سخن می‌گفت، اما هیچ کنایه‌ای در کار نبود. به دنبال جنجال‌های پیش آمده، کاخ سفید به دنبال آن است جلسات روزانه را با هدف کاهش نقش ترامپ در مسائل کرونایی تغییر دهد. مقامات و جمهوری‌خواهان نزدیک به کاخ سفید می‌گویند مشاوران چند هفته است از رئیس جمهور می‌خواهند میزان حضور خود را در جلسات توجیهی کاهش دهد. تمام این تلاش‌ها در حالی است که ترامپ تمایل ندارد از حضور در نشست‌های توجیهی صرف نظر کند، زیرا شرکت در این نشست‌ها اکنون نزدیک ترین کار به حضور در همایش‌های انتخاباتی است. در تازه‌ترین آمارها شمار جانباختگان ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 52,000 تن و شمار افراد مبتلا به 927,000 نفر افزایش یافته. نیویورک با بیش از 279,000 مبتلا و 21,000 فوتی بیشترین آمار را میان ایالت‌های آمریکا دارد. به گزارش شبکه ABC شمار بیکاران در آمریکا در پی شیوع ویروس کرونا با اضافه شدن 4,400,000 تن دیگر از مرز 26 میلیون تن فراتر رفته است که ممکن است رویای ریاست جمهوری دوباره ترامپ را برباد دهد. پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی نوشت کووید 19 فعالیت بخش‌های مختلف از جمله تأمین کنندگان مواد غذایی را هم در سراسر آمریکا تحت شعاع قرار داده. با تعطیلی کارخانه‌ها آمریکا در آستانه بحران کمبود گوشت قرار گرفته. برزیل هم در آمریکای جنوبی با همین مشکل دست و پنجه نرم می‌کند. مقامات وزارت بهداشت برزیل تاکنون آلوده شدن حدود 53,000 نفر به ویروس کرونا و فوت بیش از 3,600 نفر را تایید کردند. این تصاویر یکی از گورهای دست جمعی قربانیان کرونا در برزیل را نشان می‌دهد. کمتر از دو هفته پیش وزیر بهداشت برزیل به علت اختلاف نظر با رئیس جمهور این کشور بر سر مهار شیوع ویروس کرونا برکنار شد. برکناری که به نوشته گاردین نظام درمانی برزیل را در آستانه فروپاشی قرار داده. خانواده من داخل خونه زندانی شدن، هیچ درآمدی نداریم. کرونا از یه طرف و این مشکلات دولت از طرف دیگه زندگی رو برای ما خیلی سخت کرده. اما در قاره اروپا در تازه ترین آمارها از اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس جمعاً بیش از 96,000 نفر فوت کردند که از این بین اسپانیا رکورددار تعداد مبتلایان و فوت شدگان کرونا است. با آمدن کرونا رشد اقتصادی فرانسه 8% کاهش یافته، کسری عمومیش به بیش از 9% و بدهی دولت به 115% تولید ناخالص داخلی رسیده. آمارها نشون میدن که از ابتدای گسترش کرونا در ایتالیا تا به امروز نزدیک به 4 میلیون نفر از کار بیکار شدن. در روسیه نیز حدود 70,000 مبتلا تا به امروز گزارش شده. در ترکیه هم طبق آخرین آمارها حدود 105,000 مورد ابتلا و 2,600 مورد فوتی ثبت شده است. ما آزمایش شهروندان را با تدبیر ادامه می دهیم. موفقیت در کنترل شیوع کرونا منوط به اتخاذ تدابیر شخصی از سوی خود مردم است که توان مبارزه با کرونا را در ما تقویت می کند. و این تصاویر هوایی از مسجد الحرام بدون نمازگزار در نخستین روز ماه رمضان.
وزارت بهداشت عربستان اعلام کرده شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور پس از ثبت 1172 مورد ابتلای جدید از مرز 15000 نفر گذشته و تا روز جمعه 127 نفر بر اثر کرونا درگذشتند. به گفته سازمان جهانی بهداشت، شیوع ویروس کرونا با روزه گرفتن منافاتی نداره، اما باید به یک سری نکات توجه کرد. رعایت نکات بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی و فیزیکی همچنان از اقدامات اساسی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا است. ممنونم از توجهتون. برمیگردیم به استودیوی خبر 14 و ادامه خبرها با همکار خوبم آقای صادق. ممنونم از شما جناب آقای دکتر حیدری.